گل بشه امیدوارم. یا علی اون ور بپر، اون ور بپر لطفا، اون ور. شکوندن رکورد لیونل مسی، تاجگذاری مهدی خان، توپ طلای هشتم. سلام و درود خدا بر شما باد. پس از مدت‌های طولانی برگشتیم با بیکام لجند مهدی. اما در این ویدیو مهدی خان قصد داره پس از شکست در جام جهانی و ناامید شدن و عرق‌های زیاد که ریخت با بزرگانی همچو پله و مارادونا و کرویف کبیر هم نشین بشه و توپ طلای هشتم و رکورد تاریخی کل جهانو بزنه و توپ طلای هشتم رو بگیره. برادرتون توی این پارت مهدی خان میتونه با سن 28 سال سن که این فصل میشه 29 سالش توپ طلای هشتم رو ببره یا حتی بعدش نهم رو ببره یا نه. بگو سابسکرایب کنید تو فراموش که واسه چی برید سراغ ویدیو. ما که واخته بودیم حالا با ایران خیلی از گروه هم صعود کردیم تا هفته 13ام توپ طلا میدم. باید تو هفته 13ام مثل قهر کار کنه بعد همش گل بزنه. بله اولی ما زیر رئال مادرید و پی اس جی، یعنی مهدی خان اومده امروز مقابل تیم اسبق خود یعنی پی اس جی بازی کنه. بعد ترکوننده شو ساعت 8 شب خوابیدن هستم یا نیستم؟ اما متر نیستم. کودتا رو دیگه خودتون میدونید. بله پاریس سن ژرمن بازی شروع میشه مقابل پی اس جی بازار. مهدی خان شماره 32 رو گرفته، باید شماره رو عوض کنن جدی. اما بد شگون هم نبوده خیلی ها. چرا که قدم کوتاه شد واسه مهدی خان پشت مدافع. مهدی بزن دیگه بده من. مهدی خان حرکت میکنه یه چیپالی و توی دروازه. الله شکر در اولین بازی فصلمون گل رو به ثمر رسوندم مقابل تیم سابقه خودم. نشون دادم قدرت رئال مادرید را. کاماوینگا پاس میده به مهدی خان. مهدی خان میره واسه تک به تک شدن با آقای دوناروما. خود مهدی تیر یک گل نشد متاسفانه. یک بر هیچ تیم اول مهدی خان گل به ثمر رسوند. مهدی خان توپو میگیره وینیسیوس جونیور حرکت میکنه. خود وینیسیوس میخوام راه بندازم یا نه؟ نه اینور رو راه میندازم. خود مهدی میتونم پاس بدم یا نه؟ گل نشد. عالی یا ابوالفضل. وای بد جا خطا دادیم. آقا 3-2-1 گفتم به فرمان من میپرین. 3-2-1 مرسی. وینیسیوس میری خدا وکیلی بهت پاس بدم نمیدم بهت. بریم جلوتر. بیا وینی بیا بگیرش. بزن وینیسیوس. به خدا اگه بهت پاس بدم دوباره. برو بابا برو. من نمیدونم دیگه. ببین خودتون غلطی میخواین بکنین بکن. بردیم ولی مردیم. هفتونی مهدی خان بهترین نمره رو میگیره. به شمارم دست نمیزنم. با کی بازی داریم؟ با بایرن مونیخ بازی داریم که بازیشو با میلان برده. بازی داریم با بایرن مونیخ. این بازی رو بعد خودم بازی کنم ولی بازی بعد راحت میکنم سوپر کاپ خودم بازی میکنم. برو بریم ساعت 9 شب در ورزشگاهی که اصلا واسه ما نیست ولی میزبانیم ما. مهدی خان مشاهده بکنید اورال 98. او این بازیکن چقدر بازیکن خرید اون شده. چی رودریگو هم داریم هنوز. حاج کریم رفت فکر کنم. بله بازی شروع میشه. مهدی خانی که حالا قدش رو رفتم بلند کردم پاراسیچ کردم نمید. یه بار والله ما رفته بودیم رو قدمون در همین اندازه است. قدمون بود دیگه 10 سانتی بلند شد ولی باز دوباره کوچولکم. از پشت مدافع مهدی خان حرکت میکنه. میتونه به مهدی خان پاس بدن. پاس رو به داخل. مهدی خان میتونه گل بزنه یا نه؟ توی دروازه. دقیقه 2 گل به ثمر رسونه این بازی کن. به به مهدی خان بزرگ. بله خود مهدی خان تیر 1 و گل بعدی. ببین داداش بهت گل میدم نمیزنی بعد من یه دونه پاس میدی همونو گلش میکنم. تفاوت من و بقیه این است. برو دیگه وینیسیوس خدایی گلش کن. انصافا گلش کن. بوریک پسر. خود مهدی خان 2 گل یه پاس گل در اولین بازیش. دومیش اصلا مهدی خان میره رو به جلو. کیمیش داره بهش میرسه. نزدیک شده کیمیش. یه دونه داخل یه دونه کاتار و گل سوم. داشتم جلو هم نیومدم اصلا جلو نیومدم. از همونجا زدم شوتمو به خط. ماشاءالله 4 برای نیمه اول. سوتو نمیخوای بدانی خسته شدیم. بله اولین کاپ رو مهدی خان برای تیم خود به ارمغان میارد. ممنونیم از خود مهدی خان. ممنونیم از تشویقت به تماشا برای تشویق کردنشون و خسته نباشید به آنها. کاپ میخوایم بدیم به ما. کاپ میخوایم بدین که زودتر بدین چون میخوایم بریم. ساعت 4 بعد از ظهر با میلان بازی داریم. مهدی خان در رکیب هستیم. میخوام بازی رد کنم ببینم که خودشون چیکار میکنن. بله 2-0 باختیم اما صدر شدیم، قهرمان شدیم، کاپ رو گرفتیم. رسیدیم به سوپر کاپ، بازی مهم. ببین ما کی الان یه دونه کاپ دوستانه گرفتیم اونجا. این کاپ هم اگه این سوپر کاپ رو بازی کنیم کاپو بگیریم خیلی خوب میشه واسه مهدی خان. خب اینه که این سوپر کاپ رو بردیم ولش کن. آقا رسیدیم به سوپر کاپ اسپانیا. بازی رفت خودتون بازی کنیم ببینم چند میکنین. خب یک هیچ بازی رفت خودشون باختن. بازی برگشت خودشون باختن و مهدی خان در ترکیب اصلی فیکس ساعت 3 بعد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بازی می‌کنیم و ما باید حتما این بازی رو ببریم تا بتونیم کاپ بعدی رو بگیریم. بله مهدی خان هستش، موکوکو هست، کاماوینگا بقیه هم هستن از اساتید. داریم برای بازی کردن. یکی چ باختیم بازی رفت و الان ما باید یه دونه بزنیم تا فقط مساوی بشیم متاسفانه.
دیر کشیدی آفساید مطمئنن. نیست بزن تو گل. ماشاءالله مهدی خان. یک استارت در عمق دفاع روی حالت سوپر استار گل به ثمر رسوند. ممنونم آقای مندی. ممنون. تمرینایی که ما در تمرین کردیم. بله حالا مساوی میشه بازی. بشوت! وای! تموم. و وقت اضافه. نتیجه بازی رو شروع میکنه. همچنان این بشر خستگی ناپذیر است. وای رودریگو نیار شقم. به خدا اگه این بازی ببازیم همش تقصیر رودریگوه. داره میزنه دیگه پدر سوخته بزن سوتو. هیچ پنالتی بفر. سومین پنالتی منم. 7 تا شوت زدیم یه دونه گل زدیم. بعد یارو اونا یه دونه شوت زدن. یه دونه تو چارچوب بود همون گل شد. بزن رودریگو بزن گلش کن. رودریگو به نظرم این بر میزنه. ممنونم. به این گل میزنه. این گل میزنه. اولین سومی و پنجمین پنالتی جزء حساس ترین پنالتی ان. امیدوارم که بگی. اوه تضعیف روحیه حریف. این همه یعنی بزن انرژی منفی نداری بزن. گلش بوریکل او همه فشار رو روی شونه این بازیکن یعنی مهدی خانه. اگر که اینو گل بزنیم راحت میشیم، اگه نزنیم واقعا بده. ببین من همیشه این بر زدم این گرفته، ولی میخوام بزنم این بر یا شانس و یا اقبال گل بشه امیدوارم. یا علی اون ور بپر لطفاً اون ور. بله ممنونم تشویق کنیم من. ممنونم درسون میگیرش درسون. این ور اشتباه حد زنی دوتامون اشتباه حد زدیم. وای فقط امیدوارم که پنالتیمون رو خراب نکنیم، همینجوری بزنیم گل بشه همینجوری بریم جلو. مرسی والبرت. خیلی خب اینو خراب بکنن ما رفتیم قهرمان شدیم، قهرمان سوپرکاپ شدیم، یعنی سوپرکاپ رو گرفتیم. وای همه چی به این پنالتی بستگی داره. این گلش کنه ما بردیم. بزن بسر جان بزن وسط، جدی وسط ولی محکم بزن، میگیریم گل میخوره. تمام برنده میدان و سوپرکاپ رو به دست میاره توسط کمک مهدی خان و گلزنیش. نمیزدیم الان به پنالتی هم نمیرسیدیم. بعد سوپرکاپ هم بردیم و مهدی خان بتونه بازیکن زمین. این بازیکن فعلا تا اینجای فصل خوب پیش رفته. بریم یه ذره جلوتر ببینیم که چی میشه. الان مراسم بتونه بازیکن اروپا است. ببینیم که مهدی خان بتونه بازیکن اروپا میشه به خاطر درخششش توی جام جهانی یا نه. احتمال دارم نشم. چرا نمیشه؟ میگیره ششمیشو میگیره. مهدی خان جایزه بتونه بازیکن سال اروپا رو به عنوان ششمین جایزه همین جایزه رو برد. ماشاءالله قربونی کرواتت. هیچکس کروات نمیزنه. نه پاپیونه. خب هم پاپیونه است. قرمک پاپیون. خیلی خوب گروه بندی مشخص شد. قرعه‌کشی مرحله قهرمانان اروپا انجام شد. نبرد داره ایسم به فینال هارو شروع میشه. بعد خوردیم به آرسنال، لیل و یه تیمی که اصلا مهم نیست. خوبه. گروه خوبیه. ما یه ذره بریم جلوتر. نتیجه رو بگیر. از چه تیمی سه هیچ باختیم؟ خدایی بگیر. جندتون بزنه. یعنی ما یه دونه بازی نکنیم رد کنیم چون ما سه هیچ بازی یعنی خدا چی بگم بهتون دیگه. بازی داریم با رئال باتیس. این بازی رو باید بازی کنیم حساس با مهدی خان. مگر اینجوری توپ زدن نمیگیره با این وضعیتی که اینا دارن درست می‌کنن واسه ما. بله رئال مادرید باخته و آقای وینیسیوس جونیور گفته ما باید شکل تیم رو بهبود ببخشیم. ما بدون سخت کوشی چیز رو برنده نمیشیم. بله امروز در ترکیب اصلی متخصص ساعت 9 شب با رئال باتیس بازی داریم که دقیقاً هم امتیاز ما و هم رده ما دو تامون چهارمی. ما تویم کوکو بیرونه. من نمیدونم رئال باتیس واسه چی الان دو تا بازی رو برده. مگه بازیکن قوی داره؟ نه خیر نداره. یه دونه فکیر داشت که اونم معلوم نیست کجاست. بابا چرا اینجوری پاس میدی؟ خب گل شوت مهدی خان جیره میده در نظر. ممنونم کاما بینگا. ممنون با من لینک شدی، رفیق شدی، رفیق بودی، رفیق تر شدی. ممنونم ازت. مهدی خان دقیقه 26 توسط کاما بینگا حالا بغلش میکنه. واسه مهدی خان بود. نفوذ عالیش، شیپ عالی، گل دوف. خدای این بازیکن نباید توپ طلای هشتم بگیره. از بین 4 تا بازیکن سوپر استار رد شده و زاویه بسته چیپ گلش کردن. همچین بازیکنی داری؟ سراغ داری؟ خیر نداریم. این اول دو بر هیچ با دو گل مهدی خان. اسکوری عالی و تمام. بله دو بر هیچ می‌بریم بازیو. با درخشش مهدی خان بزرگ. بهترین بازیکن مهدی خان. ممنونم از شما، از هم تیمی ها، از آقای کامافینگو، از آقای وینیسیوس، از همه. بله حالا سوم رسیدیم به بازی چمپیونز لیگ. 5:45 شب بازی داریم با آرسنال. آرسنال قطعا برده. اگرم نبرده باشه وضعیت از ما بهتره چون ما تای جدولیم، یعنی از 4 تیم چمپیونز لیگ توره ما آخریم. پس بعد مهدی خان این بازی رو بازی کنه در ترکیب اصلی فیکس و رئال هم رفتین صدر جدول. اما مهدی خان خیلی خوب بازی نکرده. 12 تا بازی کرده، 11 تا گل زده. تعداد گلاش نباید از تعداد بازیهاش کمتر باشه اگه میخواد توپ طلا بگیره. پس بعد ما این بازی رو حتما بازی بکنیم.
کنیم. بله مهدی خان نوکه. آقا چرا وینیسیوس و یا ابوالفضل بازیکن‌ها رو نگاه، بنزما رو حالا راه نمیدی؟ رودریگو وینیسیوس بذار لااقل تعویضی باشن. بله مهدی خان مقابل آرسنال مقابل گابریل جسوس میخواد بازی بکنه. آقای گابریل جسوس دیدم که شما بیشتر گل میزنید یا من، بیا کورس بذاریم با هم دیگه، هستی یا نیستی آقای گابریل؟ علی بگو بابا، علی بگو، گندش در آوردین دیگه. چه عجب، آقای آنچلوتی کشید یه پله بالا. هیچ، سف سف بعدی خوام بازم گل نزد، بهترین بازی کنم نشدم. باش چهار رومیم، نگاه کن خدا وکیلی رئال سوسییداد، این هم باید بازی بکنی. بازی بعدی چیه؟ بازی بعدی ها خوب ماشه، این بازی با رئال سوسییداد اینا چند دوم اینا رو ولش کنه داشت، اینا خودشون میبرن، افتم میبرن. رسیدیم بازی چمپیونز لیگ، 5 دقیقه به 7 شب با لیلی بازی داریم که صدر جدول گروه خودمونه و 4 امتیازی، باید اینو بهتر کنیم وگرنه اگر بذاریم این همینجوری ببره و صدر باشه اصلا بهش نمیرسیم. پس مهدی خان در حالی که مسئله فیکس رودریگو بنزما تعویضی آوری کلا انتقاد منو جواب میده، هر چی مهدی خان گفت فردا آنچلوتی همون عملی کرد، قدرت نفوذ کلام این است. شماره 32 ببینم که این شماره 32 بتنم خواهد نشست و به شانس ما افسایش می افسایید یا که خیر، اگر بی افسایید از این بعد شماره 32 رو برمی داریم، مگه مریض میاز داره برداریم؟ ماشاءالله بده بیاد، بده بیاد مهدی خان، برو مهدی خان برو. ای بابا تو چقدر اسکولی، چرا با پاچه باقی داری بد شد میکنی؟ خدا هر کی بود گلش کرده بود. الان نامزدا ببینن، نامزدا که چی دارم میگم بابا، اونایی که بخواد رای بدن توپ طلا ببینن به خدا عمرم بهت رای بدن. هشتمی و علکی مگه بهت میدن؟ میخوای تاریخ سازی کنی ها؟ برو 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 بزن اونور. ماشاءالله گل، ماشاءالله گل. دیدی دو دقیقه پیش به چی گفتم، 20 ثانیه پیش به چی گفتم، دقیقاً همون کارو مهدی خان انجام داد، با پای چپ گل کرد. اینه فورورد، فورفارد به این میگن، اشتباهی خود را جبران. ممنونم. بله نگاه کن استارتو داشته باش، تو بین چند تا بازیکن شوت زدم داشته باش. شما تیر دو نیمه اول یک بار هیچ به نفع ما. بله چه بازی زیبایی رو باز کردن، خطا رو بگیر. مرسی، خودم بزنم. آقای آنچلوتی، آقای آنچلوتی، آقای ایزداد، خودمون میزنیم. خاطر مهدی خان رو میخواد کارتشو بده آقای مهدی خان و توی دروازه، توی دروازه دقیقه 92 یه دقیقه وقت اضافه داده بود زد مهدی خان گل دوم. چندام شدیم الان؟ لیلو زدیم ترکوندیم، با آرسنال که فکر کنم مساوی کردیم. چندمیم الان؟ بگیر خدا وکیلی دومی. بریم جلوتر ببینیم که چه پیش می آید. بازی داریم با سویا، سویا هفتمه، 12 امتیاز داره و چقدرتر از ویارئال، حواس اومد بهشون باشه. بله آقایون عزیز، بازی داریم با ال نصیری، اینا بازیکنی که من همیشه میگرمشون اجازه اینا و وینیسیوس و رودریگو تو هستن. انتقادای مهدی خان جواب داد، ممنونم. بریم سراغ این بازی. بله مهدی خان بعد بازی رو شروع بکنه مقابل ال نصیری، کسی که دوستش داره مهدی خان. الان در نقش بازیکن مقابل ال نصیری قرار گرفتیم، بهترین فورواردی که من همیشه میگرفتمش الان در نقشش هست. تیم نه رو باروش بازی داریم، خودت شوت کن. داشت چه گولی زد، چه گولی زدم، خودم 1% فکر نمی کردم گول باشه. جدی جوان مهدی با پای چپ خیلی آروم زدم. تازه نصیر جان ببخشید دیگه گول خوردین شما. آوار کرد مهدی خان، زاویه بدنی عالی و گل بعدی. حال کردی همچون ماهی رد شدم از یارو اینجا مون، من رد شدم. مهدی خان ناکن، مهدی خان کم نیورد، این رفت واسه توپ، من رفتم واسه توپ، من اومدم کنار دو برش تیم. اوی وای چند نفر اومدن تو پای من، ماشاءالله وینیسیوس، من میدون مینو باز کردم، وینیسیوس زد تو گل. حسن کلا ناکن، این سه نفر رو ببین، این سه نفر رو هم من که این سه نفر، یکی اون بالا دو تا پایین. بله همین آقا کام میگه هم هست. ناکن اینجا ناکن، مهدی خان میدون میرو میره میک میگشاگت، ناکن سه نفر رو گشاییدم یعنی دروازه رو. حالا بالاخره به نفع ما نیست ولی آخ پاس خوبی به مهدی خان. تیر دو، گل سوم و هتریک مهدی خان در این ویدیو. خدای خودشون من پاس دادن، من نگفتم پاس بده، خودشون پاس دادن دیگه. این قدرت تیم است داداش، هماهنگی و رفاقت در تیم. تمام چهار تایی میکنیم سویا رو که نشون دادیم صدر واسه کیست. فقط تو چمپیونز لیگ داریم گند میزنیم که امیدوارم اونجا هم درست کنیم کار خودمون. صدر جدول با اختلاف 6 امتیاز. آقا چمپیونز لیگ با لیل بازی داریم، این بازی خودشون باید من نمیدونم آقا، خودتون باید ببرین. خدایی یا علی مدد، یا یکی چ باخت،
یا آخر باز دوباره. اما چیکارت کنم؟ مثل اینکه مهدی خان بعد از رئال بریم. اومد از رئال بریم. ال کلاسیکو شروع شد. بارسلونا رئال مادرید. بریم. آقا زمان مسابقه رقابت بین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا همیشه با خشونت همراه بوده. این بار چه نمایشی برای ما دارن؟ آقای دیان که نگم واسه تو سابقه دارن از لحاظ رقابت با من. ولی خودتون می‌بینید حالا ساعت 4 بلازو در واچکان نیوکام بارسلونا بازی مریخ در رکیب اصلی فیکس رئال صدر جدول بارسلونا باهاش 7 امتیاز فاصله داره یعنی با ما. بریم واسه این بازی. تیم تو رخکن ولی متخون داره کامینگ صحبت می‌کنه میده پشت به مدافع این بنداز متخون بره و شوتو بزنه گل بشه. گفته کل استریم انتظار ریبورد داره پس برید بیرون و بارسلونا به بارسلونا شوک وارد کنه. ایول قشنگ بود. قشنگ بود ولی تاثیرگذار نبود ولی اوکی. بله متخون مشاهده می‌کنید مقابل ایشون فکر کنم پدری نه. بله متخون وینیسیوس کاماوینگا آها دوتاش تو رودیه رو ادرمیلیتار رو داری پس چرا اونا رو میاری تو؟ بازی شروع می‌شود و بار دیگر متخون به عنوان بازیکن رئال مادرید قدم می‌نهادد. نهایت در نیوکمپ بارسلونا و قراره که بترکونیم بارسلونا رو مثل همیشه چون اگر بارسا رو نترکونیم اختلافش با ما کم میشه ولی اگر بتونیم بترکونیم اختلافش میشه با ما در امتیاز. خطا رو میگیره متیقا خود موله اصلا این بازی کنه. بله آقای موله کاته آقای هاندانویچ گرفتیم دروازمان هاندانویچ اشکال نداره این گل میشه توی دروازه. فکرش نمی‌کردین این کات بگیره نمیگیره. اتفاقا اشتباه نمی‌کنه. توپ و دروازه‌بان با هم کرد تو دروازه آقای من. بله شماره 11 دقیقه 11. رفت واسه تک به تک شدن. یا علی گل خوردیم. متأسفانه 1-1. اتفاقا دوباره از نو بازی رو شروع می‌کنه دقیقه تمومه. نیمه اول تمام 1 بر 1. بده کاماوینگا پاسش کن. ماشاءالله متخون گل بعدی. مرسی کاماوینگا. مرسی. نیو کمپو به خاک و غل میکشه رئال مادرید. آره کلا از همون اول که ما اومدیم تو رئال مادرید میدونستم این بشر اصلا دوست داشتنیه. واقعا دوست داشتنی ما کردنی. ال کلاسیکو رو بردیم. ممنون. این بازی هم بازی کردیم داریم نزدیک میشیم به سه. بله بارسلونا 10 امتیاز به ما با ما فاصله گرفت و خدا رو شکر که این اتفاق افتاد. رسیدیم به این بازی. این بازی رو امیدوارم خودتون ببریم اگر اوت شدیم از چمپیونز لیگ. یکی چی برد میبند چه عجب. خیلی خب دومیم خدا کنه صعود بکنیم از گروهمون. هفته 13 توپ طلا رو الان میدن یا نمیدن؟ فکر کنم توپ طلاست. ای ندادن بازی بعدیه. توپ طلا رو خدایی مهدی خان باید بگیره. جدی توپ طلا رو دیگه بده بیاد. یا علی توپ طلا رو بدن بیاد. یا علی توپ طلای هشتم تموم میکنه. تاریخ سازی و رکورد توپ طلای جهان رو میزنه. هشتمین توپ طلای خودش رو گرفت مهدی خان. مبارکت باشه. واقعا لیاقتش بیشتر از ایناست. واقعا دارم این بازیکن خوشگله. دیگه همه شناختنت. اصلا از هم نشینی با بزرگان رفتی بالاتر. یعنی تاج گذاری دیگه. من میخوام اگه بتونم چند بار این جایزه رو ببرم. این حرفو بعد نه همون جایزه رو بتونم بکنم برو بردی این حرفو بعد زدی. خیلی خوب. ببین بازیای لیگ ما دیگه کاری نداریم. برسیم به بازی آرسنال چمپیونز لیگ باید ببریم آرسنالو یا اینکه مساوی کنیم. نمیدونم. خیلی خوب ساعت 9 شب در ورزشگاه امارات استادیوم بازی با آرسنال ببینم که وضعیت گروه در چه حالتی است. مرحله گروهی ببین آرسنال 6 امتیاز. خوب بگو خوب ما باید حداقل کمترین کاری که میکنیم آخرین بازیمونه این بازی رو مساوی کنیم. کمترین کاری که میکنیم چون اگر 0.01% اون تیم پایینی لیل رو ببره با ما هم امتیاز میشه و تفاضل گلش از ما بیشتر میاد دوم ما حذف میشیم. پس یا مساوی یا برد باخت نداریم. مثلا ببره ما رو که داداش خودش میاد بالا. چی دارم میگم بریم واسه بازی. آقا سود کردیم. آقا رسیدیم به نیم فصل. برای متخون یکی مذاکره اومده از میلان 69 میلیون آقای پیولی ما رو خواسته اما ما نمیر. ببخش شرمنده. آقا اومدیم جلوتر چمپیونز لیگ خوردیم بایر لورکوزن. همینطور که مشاهده میکنید ساعت 9 شب در ورزشگاه ما با بایر لورکوزن مسابقه داریم و باید ببینیم که بازی رفت خودشون چیکار میکنن بازی برگشت خودمون بازی کنیم. بازی رفت چیکار میکنین؟ 4 هیچ بردین. اصلا ارزش بازی دارن؟ دارین میترکونین ماشاءالله. بازی برگشت مقابل بایر لورکوزن خدای خودشون میبرن. داش بردن 5-6. ما بازی بازی کنیم خودش داره میبره. بازی سخت مدیخان بازی میکنه همیشه. آقا ما جام حذفی رسیدیم به نیمه نهایی. نیمه نهایی بازی رفت و 1-0 زدیم بازی برگشت و اگر بتونیم ببریم رسیدیم به فینال نیمه نهایی. پس باید این بازی مدیخان بازی بکنه. در رکیب اصلی هست چمپیونز لیگ خوردیم به بارسا. شولمون که خیلی بارسا قویه. بریم دیگه بریم این بازی رو بازی کنیم ان شاء الله که برسیم به فینال. اینجا یه کاپ بگیریم چمپیونز لیگ بارسلونا رو لوله کنیم ان شاء الله. نظرتونه؟ من نظرم خواه بازی رو شروع میکنه. داور چه عجب رسید اون شعورش.
خیلی خوب، صعود فینال، صعود فینال، ایول صعود فینال جام حذفی. بله جام حذفی فینال هم خوردیم به بارسا، چمپیونز لیگ هم خوردیم به بارسا. مرحله چندومه نمیدونم، مرحله یک چهارم نهایی فکر کنم. بله بازی یک چهارم نهایی رفت رئال مادرید بارسلونا. ببین یک چهارم نهایی ببینم که اگه رد کنیم خودشو میبرم بازی برگشت رو بازی کنم. 2-0 بردیم بازی برگشت با ما. خیلی خوب بازی برگشت رئال مادرید بارسا. وقت بازی کردن متخون در ترکیب اصلی فیکسه و به اضافه اینکه پرسر هم داریم مشاهده میکنید ساعت 9 امشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابا بتونیم اصلا گل آقا وینیسیوس و رودریگو ما تویم. عالی متعالی. یک چهارم نهایی بازی برگشت رئال 2-0 زده بازی رفت و الان بازی برگشت باید گل بزنیم داداش. من نمیتونم، من میخوام گل بزنم. بله متخون باز ناکام از در کل زنی. حرکت کنید بفرما به مهدی خان همون تیر دو تمام میکنه کار. بله همین بازی کن با چهره زیبا گل رو به ثمر میرسونه. وقتی که رودریگو و وینیسیوس و مهدی خان تو باشن این ستا کار تمومه. بده دیگه بابا آفساید نشدیم. برو آقای رودریگو میگه بهت پاس بدم یا نه دیگه بابا خود تو سرت. من چرا ندیدم این چپیه رو؟ چشتو باز کن. بله لباس چم در آورد دیگه دوست سنها من شروع میشوند رفته بینیم نهایی چمپیونز و فینال اف ای کاپ. به کی خوردیم حالا؟ ببین اینجا میلان برده، اتلتیکو هم برده و پی اس جی هم برده. ما گنده شون رو حذف کردیم. دوش قهرمان لیگ شدیم. فصل هنوز تمام نشده ما قهرمان لیگ شدیم با 90 امتیاز. بارسلونا 73 امتیاز، اتلتیکو 73 امتیاز، کلا به ما نرسیدن. خوردیم به پی اس جی چمپیونز لیگ. باید بریم بازی کنیم. پی اس جی خطرناک. پی اس جی شوخی نداره. پی اس جی بله پی اس جی بازی رفت تو ورزشگاه اینا بازی رفت و میزنن بره خودشون ببینم چیکار میکنن. 2-0 زدیم پی اس جی و بازی برگشت خودمون بازی میکنیم. ساعت 9 شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابهو بعد بازی بکنیم. بعد از اون بازی بعدی اصلا مهم نیست، بازی آخر که با بارسلونا داریم جام حذفی. اگر بتونیم جام حذفی ببریم که یه گانه دیگه میگیریم میشه دو گانه، بتونیم چمپیونز لیگ هم برسیم به فینال میشه 3. بریم واسه این بازی و ببینیم که مهدی خان آیا میتونه گل بعدی رو بزنه و تیم رو فینال چمپیونز لیگ برسونه یا نه. بله گل استادیوم رئال مادریدی چقدر زیباست. خدای رئال کاپیتان ادرسون گلش کاپیتان. این عرقش خوش نشد اومده تو این دو فصل کلا کاجرو کاپیتان شد. در میلتار رو کاپیتان نکرد. بله با در شروع میکنه آقای مهدی خان و آنچلوتی جلو بازی میکنه. داشته باشیم اینجا رو بده آفرین مهدی خان میره واسه تک به تک شدن. اونور داره برای پاس دادن، پاس میدم و بعد بزنه اسکول. بزن گلش کن به خدا. اگه بهت پاس بدم، اگه دوباره من پتو پاس بدم داش من گند میزنم. لااقل تک به تک خراب نمی کنم. سنف سف نیمه اول مهدی خان پاسشو میده، حرکت کنه خودش رو به جلو، میتونم بهش پاس بدن. رفت واسه تک به تک شدن. این چهره میدر جا میذاره دروازه بانو شوت و توی دروازه. تیم اسبق خود باری دیگر گل میزند. اول فصل گل زد، الان همین کارو میکند. ممنونم. تمام حذف پی اس جی و رفتن مهدی خان بار دیگر به فینال چمپیونز لیگ. حذف شدی کیمپ مجان، حذف شدی. ببخشید مسی جان، ببخشید ولی حذف شدین شما. بله بریم فینال اف ای کاپ. بهترین بازیکن مهدی خان. فینال اف ای کاپ قرار بازی بکنیم. خوردیم به کی؟ اتلتیکو. فینال کامل اسپانیولی فکر نمی‌کردم بخوریمشون ولی خورد. فینال اف ای کاپ بارسلونا رئال مادرید ساعت 9 شب در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان. به خدا دروغ نمیگم، فولاد شهر ورزشگاه فولاد شهر باز در نشون بده. ساعت 9 شب ورزشگاه فولاد شهر ما میزبانی. قشنگ میدونست ما ایرانی هستیم. بریم واسه بازی. بله شروع میشود اف ای کاپ اسپانیا. هر کی ببره جام رو میبره به خونه. اما جام معنوی، جام نیستش دیگه، حالا نیستش دیگه، من نمیدونم. وای سف سف نیمه اول بدم ببینم بابا بدم. قشنگ گوشه رو بگیر، اندفه گوشه رو بگیر. گل تموم شد رفت. یه گل میخواد بزنه وینیسیوس. این همه داره پاس میرسه بهت. خب بزن اینجاش گل کن دیگه. حتما باید گریبلر رو بزنه گل کنه. نرم تو. آوار کلا کوکو. نه آوار کلا. بله اف ای کاپ رو بردیم، لیگ رو بردیم، بریم واسه چمپیونز لیگ. بریم چمپیونز لیگ. بله مهدی خان بهترین مهاجم فصل شد. فقط ببینم که آخرش آقای گل میشم دوباره یا نمیشم. فینال چمپیونز لیگ اتلتیکو و رئال در زمین حتما چیزه نساج قائم شهر ها، نه نیو کمپ. چه عجب. در ترکیب اصلی هستش مهدی خان. بازیکن رئال مادرید یعنی مهدی خان قبل از مسابقه گفته ما خیلی خوب تلاش کردیم تا به اینجا رسیدیم، اما حالا باید از همون داشتمون استفاده بکنیم. پس بریم سراغش آخر این بازی. به داداش ترکیب به این میگن خدا وکیل ترکیب یعنی این. بله
بازی شروع می شود در یک ورزشگاه زیبا با کاپ چمپیونز لیگ. بله، بازیکنان ما وارد زمین خواهند شد و مدیخان آخرین بازی کنه. این خوبه، این خیلی خوبه. با کفش های سفید، همیشه کتونی های سفید توی زمین قوقا میکنه، کتونی سفید و جورابت هم مثل همه نبندی، خدا مثلا بالای بالا هم بکشی اونم باحاله، ولی لاغر نشونت میده اون جوری. آهای آهای آه خود خدا، چه مسخره بازیه تو دفاع، چی این الان اصلا هیچی دست ندادم من. میاد جنگ بودک بذاره در میاره، برو وینیسیوس گلش کن، باریک میاد باز دوباره کشیدت بیرون، از بس گل نمیزنی. اون میاد تو گل میزنه داداش، اون میاد تو گل میزنه. واش مساوی رفتش ادامه، خدایی حق ماست، جدی حق ماست. من سومین پنالتی رو میزنم، وای چقدر پنالتی زنم، اون داغونم ولی از اونا بهتره. اول اونا میزنم فکر کنم، آره بله اول اونا میزنم، این خوبه. میگیره، ببین ادرسون میگیره، یا علی بگیره گند زد. وای خدای ما با اتلتیکو نبازیم، با اتلتیکو نبازیم خیلی بد میشه داستان. خوب میزنی یا گلش کن انصافا. آفرین کرد. این یه دونه رو بگیری عالی میشه ادرسون، یه دونه. گاوی اینجا چیکار میکنه؟ بابا یه دونه بگیر. این که چی داشت، این تو در و دیواره، چرا رشتگن میگیره راحت. خدایا دو علی گل شد، ای بابا. استثناءن یه دونه رو بگیر، من با خیال راحت شوتش کنم. استثناءن وای همرم خوردی، همرم ممنونم. بله بعد خواهم یاد توپ رو میکاره چپ چپ نگاه میکنه دروازه بانم و توپ رو میکاره و قدم برمیداره دورخیز میکنه. ببینیم، من قبلا اینجا دادم گل شد، خب میخوام اعتماد کنم و دوباره بزنم همین بر، ولی یه ذره رو به بالا، یعنی اینجوری. یا علی گل شد، ایوال خیلی خوب مساوی. ببین از اینجا به بعدش دست خداست، دست ادرسون اینو بگیره عالی میشه. بارک یکی جلو، اگه این گل بشه ما یکی جلو، کامابینگا باید اعتماد کامل دارم، گلش میکنی کامابینگا. مرسی، یکی بالا. این پنالتی رو بگیریم تمام کار، چمپیونز لیگ رو گرفتیم، چمپیونز لیگ ششم مدیخان میشه این اگر بگیری. همه چی به احتمالات بستگی دارد. آیا این پنالتی آخر رو این بازیکنمون میتونه گل کنه یا نه؟ به نظر خودم نمیخوره به سیسش گل کنه، به سیسش نمیخوره گل کنه، اما گل نکنه خیلی کارمون سخت میشه دیگه، شانسی میشه. تموم، برنده چمپیونز لیگ و بردن سکونت توسط رئال مادرید دوباره تکرار میشود. ممنونم ازتون. بله مدیخان خوشحال و چابک و سرحاله با کامابینگایی که دوست شده باهاش، در شبکه‌های اجتماعی با هم دیگه بسیار پیام های میفرستن. آره بله، حالا کی رو میخوایم بفرستیم بالا؟ ادرسون میخواد بره بالا، بندازش بالا. من نمیام دیگه، من همین گوشه واسه همین دارم دستمو میزنم، من اون کارا رو انجام نمیدم. بله کاپو بر بالا، امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. اگر که دوست دارین پارت های بعدی بیکام نزید مهدی رو زودتر بذاریم، حتما تو کامنت ویدیو منو افتخار بیان کردید. مهدی خان آقای گل چمپیونز لیگ شد، 33 تا گل زدم توی لالیگا، آقای گل لالیگا هم شدم. نکنه مثل ماشینه ویزی، مثل ماشین دقیقا.